Olursa olur. اگر شد که شد، اما اگر نشد، لحظه‌ای که 120 ساعت تموم بشه از جایی که توقف کردیم شروع می‌کنیم و به شکستن سرهای تروریست‌ها ادامه می‌دیم. اردوغان می‌گوید بعد از آتش‌بس 5 روزه اگر شبه نظامیان کرد از شمال سوریه عقب نشینی نکنند، ارتش ترکیه لهشان می‌کند. در 60 دقیقه امشب انتخاب ترک‌ها از انتخاب کردها خواهیم گفت و از نقش روسیه در این ماجرا. همچنین در 60 دقیقه امشب The eyes to the right 322 The nose to the left 306 نشست ویژه پارلمان بریتانیا بر سر برگزیت. نمایندگان تصمیم گیری بر سر توافق با اتحادیه اروپا را به تأخیر انداختند و از برای بوریس جانسون سخت‌تر شد یا آسان‌تر؟ تأخیر در اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات عذرخواهی کرد، هرچند برخی جریانات سیاسی میگویند با کمی تأخیر به شرط شفافیت مشکلی ندارند. و اولین برنامه 100 زن بی بی سی فارسی امشب به سراغ عدالت در تقسیم نقش های جنسیتی قهرمانان در کتاب های کودکان خواهیم رفت. اجرای زنده خواهیم داشت از نگین عقابی که چهار مضراب دشتی را برایتان می نوازد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده که رهبران گروه های مسلح کرد سوریه را له کند اگر آنها به گفته او همچنان آتشبس موقت را نقض کنند. نیروهای کرد اما میگویند ترکیه توافق را نقض کرده چون به پیشمرگه ها اجازه نمیدهد که مناطق مورد مناقشه را از مسیری امن ترک کنند، خصوصا با محاصره رأس العین، شهری مرزی در شمال سوریه. ترکیه میخواهد نیروهای کرد را از مرز مشترک دو کشور 32 کیلومتر به عقب براند. آمریکا در به نتیجه رسیدن آتشبسی 5 روزه نقش داشت. آیا با این حساب امید برای آتشبس بر باد رفته؟ از نظر بسیاری باد موافق به نفع مثلث بشار اسد ایران و روسیه در حال وزش بود. همچنان اوضاع به همان شکل است. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی. طلبی از در شمال سوریه. صفهای طولانی ساکنان شهر برای دریافت کمک‌های انسان دوستانه. نیروهای هلال احمر ترکیه این کمک‌ها را امروز زیر نظر نیروهای ارتش بین مردم تقسیم کردند. امروز صبح در تلتمر، شهری در نزدیکی طلبیز، زخمی‌ها و کشته‌های کرد را به بیمارستان منتقل می‌کردند. و بستگانی که پشت در آرام و قرار ندارند. قرار نبود امروز اینجا باشند. دو روز پیش ترکیه قول داده بود به مدت 5 روز حملات خود را متوقف کند تا نیروهای کرد بتوانند از مرزها عقب نشینی کنند. اما کردها میگویند دیروز ارتش ترکیه به رغم توافق آتش بس به مناطق کردنشین حمله کرده. میگویند 13 شبه نظامی و 5 غیر نظامی در پی حمله های هوایی ترکیه کشته شدند. ادعای مشابهی هم از طرف وزارت دفاع ترکیه مطرح شده. در بیانیه وزارت دفاع آمده ترکیه به طور کامل به توافق پایبند بوده، اما با وجود این نیروهای کرد در 36 ساعت گذشته دست کم 14 حمله انجام دادند. 12 حمله از رأس العین، مرکز اصلی درگیری ها، 1 حمله از تل ابیض و 1 حمله از تل تمر. این تصاویر امروز صبح رأس العین است. دود سیاه دیده می شود، اما اوضاع به نظر آرام است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته این کشور می خواهد 12 پست بازرسی و دیدبانی در شمال شرقی سوریه ایجاد کند. بر اساس توافق آتشبس دو روز پیش ترکیه گفته بود حملاتش را برای 5 روز متوقف می کند تا نیروهای کرد از مرزها عقب نشینی کنند. اولورسا اولور
اگر شد که شد، اما اگر نشد، لحظه‌ای که 120 ساعت تموم بشه، از جایی که توقف کردیم شروع می‌کنیم و به شکستن سرهای تروریست‌ها ادامه می‌دیم. رئیس جمهوری ترکیه قرار است سه روز دیگر در کرملین مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باشد. او گفت اگر گفتگوهایشان به نتیجه نرسد، ترکیه به عملیات خود در شمال سوریه ادامه خواهد داد. امروز در چند شهر آلمان از جمله برلین و کلن، کردهای این کشور در حمایت از کردهای سوریه و در مخالفت با حمله های ترکیه تظاهرات کردند. ترکیه میگوید هدف اصلی حمله ها بیرون راندن گروه های به زعم این کشور تروریست و ایجاد یک منطقه امن برای اسکان حدود 2 میلیون جنگ زده سوری است. در صورت صحت گفته های ترکیه، این هدف طبق آمار سازمان صلیب سرخ جهانی تا کنون منجر به آوارگی بیش از 200,000 کرد سوریه‌ای و فرارشان به عراق شده. حملاتی که به نظر می رسد ادامه آن باعث بروز یک بحران انسانی دیگر در منطقه شود. مهدی بیگی، بی بی سی. همکارم مهرداد فرهمند برای پوشش تحولات به شهر عرفه در مرز ترکیه با سوریه رفته. مهرداد، اول از تازه ترین تحولات اونجا بگو. همونطور که در گزارش مهدی هم شنیدیم، آتش‌بس شکننده‌ای وجود داره. گرچه بعد از اینکه آتش‌بس برقرار شد، خیلی از مردم محلی، مثلا شهر جیلان پینار که الان اون طرفش در رأس العین جنگ برقراره یا اینکه برقرار بود در واقع تا قبل از آتش بس، برگشتن به شهر. خیلی از اونها ترک کرده بودن. من شنیدم که گفتن بیشتر جمعیت جیلان پینار شهر رو ترک گفته بود، به دلیل اینکه از اون طرف هم خمپاره به این سو شلیک میشد. در این روزهای گذشته هم بیش از 20 کشته غیر نظامی این سوی مرز بر اثر خمپاره هایی که از سمت سوریه شلیک شده به بار اومده. اما الان چشم ها دوخته شده برای اینکه آیا آقای اردوغان از مسکو با توافقی برخواهد گشت یا نه، چون قراره که او سه‌شنبه بره به مسکو و در اونجا سرنوشت آتش بس اونگونه که میگن رقم زده میشه. این آتش بس شکننده کنونی به نظر میرسه که خیلی امیدی بهش بسته نشده و آقای اردوغان که به اهدافش نرسیده، اگر بخواد که در همین شکل این میزان از قلمرویی که تونسته از دست شبه نظامیان کرد بخواد خارج بکنه، که به هیچ وجه اون چیزی نیست که خواستش بوده، بنابراین باید که برای عمل به وعده هاش عملیات رو ادامه بده. از آن سو هم شبه نظامیان کرد اگر که بخواد اون طوری که گفته شده به این خواسته آقای اردوغان تن بدند و بدون جنگ تمام این منطقه رو که او خواسته ترک بکنند، اونها هم آن دستاورد 7 سالشون رو میشه گفت از دست خواهند داد، به این دلیل که مناطقی که اکثریت کردنشین هست در خاک سوریه دقیقا همین باریکه است که آقای اردوغان تصمیم گرفته که اونجا رو بکنه منطقه امن. در خارج از این منطقه، در عمق سوریه، اگر که از این 32 کیلومتر عقب‌تر برند، دیگه در اونجا مناطقی است که کردها توش اکثریت ندارند بلکه اقلیتند، یا اینکه مناطق کاملا عرب نشینه و دیگر اون حاکمیتی رو که تونسته بودند برای این منطقه داشته باشند نخواهند داشت. و نکته دیگه این که حتی در این باریکه‌ای که آقای اردوغان میخواد که شبه نظامیان کرد رو ازش خارج بکنه، الان بخشی از اون ارتش سوریه توش داخل شده، همین شهر عین العرب که به کوبانی هم معروف شده، یا احتمال داره که در شهر قامشلو هم همینطور ارتش سوریه بخواد وارد بشه. در واقع شرق و غرب این منطقه اون وقت دیگه در دست ارتش سوریه خواهد بود و ارتش ترکیه هم اساسا نیت این رو که بخواد با ارتش سوریه وارد درگیری بشه نداره. خود آقای اردوغان هم گفته که مادامی که اون ورشه نظامیان کرد نباشند مهم نیست اگر که دست بشار اسد باشه. نقش روسیه رو هم فراموش نکنیم که اینجا نقش حائل رو میان ارتش‌های ترکیه و سوریه بازی خواهد کرد و همین الان هم داره بازی میکنه، در اون در واقع مناطق حضور داره برای اینکه استکاک ناخواسته میان این دو پیش نیاد. خب البته همطور که اشاره کردی باید ببینیم که چه اتفاقهایی در سوچی روسیه میفته. قراره که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین در اون شهر با همدیگه دیدار بکنند. آمریکا که اینقدر بیمیل هست یک آتش بس رو هم البته خب در به نتیجه رسیدنش نقش داشته، کجای این ماجرا قرار میگیره؟ چون آقای اردوغان تلاشش این بوده که
اونها رو از طریق اونها بر کردها فشار بیاره که این آتش بس رو رعایت بکنند. در مورد آقای ترامپ به نظر میرسه که او در داخل آمریکا و حتی در خارج از آمریکا از جانب متحدانش زیر فشار است، به خاطر همین تصمیمی که گرفته برای خارج کردن نیروهاش و خالی کردن پشت کردها. و از این ور هم آقای اردوغان آمریکا رو متهم میکنه که در این سالها 30,000 کامیون سلاح در اختیار شبه نظامیان کرد گذاشته و همچنین اینکه تونل هایی در اونجا کمک کرده شبه نظامیان کرد بزنند، که این تونل ها معنی تونل البته اینه که در برخی از این تونل ها کامیون میتونه وارد بشه. تونل های بزرگی هستند، به شکل بتونی ساخته شدن، نه اینکه مثلا یک سوراخی باشه که در زمین کنده باشن. و سیمان اونها رو هم به گفته آقای اردوغان شرکت لافارج فرانسه تأمین کرده. به هر حال این سرمایه‌ای که در اونجا گذاشته شده، آقای ترامپ برای اینکه بخواد این سرمایه رو یک جا ترک بکنه زیر فشار است و در نتیجه او هم با تکیه بر از مسئله اهرام تحریم و فشار اقتصادی بر ترکیه داره سعی میکنه برای اینکه بتونه آقای اردوغان رو از این تصمیمش عقب بنشونه. در افکار عمومی داخل ترکیه هم خیلی ها در اینجا معتقد هستند که اساسا آقای اردوغان به دلیل اینکه وضع اقتصادی ترکیه به وخامت گراییده اخیرا و برای فرار از این فشار افکار عمومی به خاطر وسیله اقتصادی دست به این عملیات زده، یکی از اهدافش در واقع انحراف افکار عمومی به سوی یک مسئله است که اون در واقع به شکل یک مسئله ملی در آمده در ترکیه. ممنونم از مهرداد فرهمند، همکارم در اورفا در مرز ترکیه با سوریه. فرما اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام از همین شهر بریتانیا با ماست. آقای لوکاس، ترکیه از آمریکا خواسته تا گروه‌های مسلح کرد رو راضی بکنه که منطقه مرزی رو تخلیه کنن. بعد از اتفاقهای اخیر آمریکا چقدر نفوذ داره بر روی کردها؟ کردهای مسلح تا چه اندازه از آمریکا حرف شنوی دارند؟ Well, there's a difference between the U.S. possible influence with the Kurdish forces. یک تفاوتی هست بین نفوذ آمریکا روی کردها با توجه به اینکه توجه کنیم که اونها نیروهای دموکراتیک سوریه رو ایجاد کردن تا بتونن که از قدرت داعش کم کنن. اما اگر به قدرت یا نفوذ آمریکا روی ترکیه نگاه کنیم، چندان نفوذی روی ترکیه ندارن. وقتی که دونالد ترامپ گفتش که نیروهای آمریکا رو بیرون میاره، در عمل عملیات ترک‌ها رو پذیرفت و در عمل این فرصت رو از دست داد برای اینکه بتونه فشار بیشتری روی ترک‌ها اعمال کنه. و حالا آمریکایی‌ها از نظر تئوری، از نظر نظری میتونن یک سری حملات هوایی رو داشته باشن، میتونن یک سری گشت زنی هایی داشته باشن، از نظر هوایی میتونن گاهی وقتا حتی عملیات علیه نیروهای ترکیه انجام بدن، اما خب خیلی اکراه خواهند داشت چون که نمیخوان یک روی مستقیم رو با ترکیه شاهد باشن. بنابراین چیزی که شاهد هستیم اینه که تدریجا آمریکا داره راه رو برای ترک‌ها باز می‌کنه. اون چیزی که مایک پنس هم صحبتش رو کرده پیشتر در گفتگو با اردوغان، در عمل داره کنترل شمال شرق رو به ترک‌ها میده و در عمل یک جور اولتیماتومی بود به کردها که به اونها میگفت باید 30 کیلومتر داخل خاک سوریه از مرز سوریه ترکیه عقب نشینی کنید، تقریبا در تمام امتداد مرز سوریه و ترکیه. آمریکا از تحولات سوریه فاصله میگیره، ولی روسیه فعالانه تر وارد شده. دیداری هست بین ولادیمیر پوتین و همینطور رجب طیب اردوغان. در گذشته آمریکا نسبت به گسترش حوزه نفوذ روسیه حساسیت داشته. چرا آقای ترامپ این حساسیت رو کمتر نشون میده، خصوصا در زمینه روسیه سوریه؟ در واقع تفاوتی که پیش اومده دلیلش اینه که دونالد ترامپ با یک تصمیم بسیار نسنجیده و فکر نشده اعلام کرد که تمام نیروهای آمریکایی رو میخواد. بعد از اون گفتگوی تلفنی با اردوغان گفت که میخوام همه اینا رو خارج کنم. بعد
مایک پنس و دیگران گفتن که خب ما 1000 نیرو را جا حفظ خواهیم کرد، اما باز شاهد عقب نشینی خروج نیروهای آمریکایی بودیم. بنابراین انگار که بقیه دولت نمیتونن که ترامپ رو در این زمینه کنترل کنند. از طرف دیگر خب روسیه طبیعتاً یک فرصت اینجا دیده که نفوذ خودش رو که تا اینجا هم خیلی زیاد بوده حتی بیشتر کنه، به شمال شرق سوریه گسترش بده. از طرف دیگه روس‌ها باید مواظب باشن، نه به خاطر آمریکا بلکه به خاطر تعادل بین رژیم اسد که سالهاست حمایت کردن و از طرف دیگر ترک‌ها. سوال اینجاست که آیا روس‌ها همواره همچنان اولویت خودشون رو همکاری با اردوغان قرار خواهند داد، یا اینکه به اردوغان خواهند گفت حالا باید یک قدم عقب برداری، چون روسیه هم سهم خودش رو میخواد و میخواد که نفوذی داشته باشه روی کردها، میخواد که مثلا کردها رو ببره به سمت آشتی با رژیم اسد. آقای لوکاس، شما گفتید که تصمیم دونالد ترامپ تصمیم عاقلانه‌ای نبوده. در خیلی از زمینه‌ها این در مورد آقای ترامپ گفته میشه، مثلا در زمینه خروج او از برجام هم همین حرف زده میشه، در زمینه دیدار با کره شمالی رهبر کره شمالی هم همین حرف زده میشه، ولی چطور هست که اینها در سیاست داخلی آمریکا پیامد چندانی برای آقای ترامپ نداره؟ الان اگر نگاه بکنیم بسیاری میگن که دور دوم هم آقای ترامپ برنده خواهد شد. Well, I think it is very early to predict. فکر می‌کنم هنوز خیلی زود باشه که بخوایم نتیجه انتخابات رو پیش‌بینی کنیم یا حتی پیش‌بینی کنیم که مثلا در مورد تحقیقات مربوط به استیضاح دونالد ترامپ چه خواهد شد. او در حال حاضر حدود 40% محبوبیت داره و این رقم تقریبا پیوسته و ثابت بوده در یکی دو سال اخیر. و خب معنی اینه که حدود 60% آمریکایی‌ها یا از او حمایت نمی‌کنن یا اینکه نسبت به او تردید دارند. چیزی که ما در نظرسنجی شاهد بودیم این بوده که این حرکت اخیر او، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، نه فقط رقیبان او و منتقدان او را عصبانی کرده بلکه متحدان او را هم عصبانی کرده. ما دیدیم که در سنای آمریکا قطعنامه‌ای بود مورد حمایت جمهوری خواها که این حرکت را محکوم کرد. ما شامل شاهد چهره‌های سرشناس جمهوری خواه مثل رهبر اکثریت در سنا میچ مکانل بودیم که از او انتقاد کردند. بنابراین من فکر می‌کنم که در نهایت این تصمیم او از نظر سیاسی خیلی لطمه خواهد داشت برای او و همزمان هم شده با بحث ترامپ و اوکراین و تحقیقات اون در اون زمینه و البته بحث اقتصاد هم هست که شاید سال آینده اقتصاد به خوبی امسال نباشه. بنابراین شاید در حال حاضر دچار دردسر نشده باشه، اما اگر مرتبط بشه با موارد دیگه میتونه براش دردسرساز باشه. مشخصا در مورد سوریه حرف آقای ترامپ این بوده که جلوی کشته شدن هزاران نفر رو گرفته. اگر این توافق و آتش‌بس به جایی نرسه و آقای اردوغان تهدید خودش رو عملی کنه، گفته که رهبران کرد رو خرد خواهد کرد و جنگ ابعاد گسترده‌تری پیدا بکنه، چه پیامدی برای شخص آقای ترامپ داره؟ کوتاه لطفا. Well, I think you've answered your question. من فکر می‌کنم خود شما هم به سوالتون پاسخ دادین. این صحبت آقای ترامپ که در واقع هزاران نفر رو نجات داده جونشون رو صحیح نیست. مخصوصاً اگر نگاه کنیم می‌بینیم که الان در شمال شرق سوریه جنگ و درگیری بیشتر شده. پیامدهاش برای ترامپ چه خواهد بود؟ من فکر می‌کنم که در داخل آمریکا سوریه شاید مهمترین موضوع نباشه. اما مهمتر از اون پیامدها نه برای ترامپ بلکه برای مردم سوریه خواهد بود، برای که اونها هستند که نه فقط صدها هزار نفرشون جون خودشون از دست دادن بلکه به اونها خیانت شده از جانب ترامپ، از جانب روسیه، از جانب ایران و البته از جانب رژیم اسد. بنابراین این که ترامپ میگه که جان افراد رو نجات داده باید واقعا چنین کنه، نه اینکه بازی‌های سیاسی انجام بده به قیمت جون افراد. ممنونم از سکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام از همین شهر بریتانیا با ما. پارلمان بریتانیا در یک رأی‌گیری تاریخی بوریس جانسون نخست وزیر را مجبور کرد تا از اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا از این اتحادیه مهلت بیشتری بخواهد. بحث‌های امروز بر سر تازه‌ترین توافقی بود که بوریس جانسون هفته گذشته در بروکسل با رهبران
اروپایی به آن دست یافت. بوریس جانسون اما گفته حاضر نیست از اتحادیه اروپا بخواهد که مهلت خروج بریتانیا از این اتحادیه را تمدید کند، چیزی که ممکن است بر اساس رأی امروز غیر قانونی باشد. همزمان با بحث‌ها داخل پارلمان، صدها هزار نفر در لندن و بعضی از شهرهای دیگر در مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تظاهرات کردند و خواستار برگزاری یک همه پرسی دوم شدند. بهرنگ تاجدین همکارم از مقابل پارلمان بریتانیا با ماست. بهرنگ، روز بسیار طولانی داشتی و بحثایی که باید به دقت دنبال میکردی، از امروز بگو. جمال، امروز روزی بود که 3 سال و 4 ماه و 3 روز بعد از برگزاری همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بوریس جانسون نخست وزیر امیدوار بود که قال این قضیه کنده بشه. آقای جانسون یک بیانیه 2 خطی گذاشته بود جلوی نماینده ها که برای اولین بار بعد از 38 سال بود که شنبه مجلس جلسه داشت. بیانیه میگفتش که مجلس بریتانیا با این توافق موافقه و اگر این رأی می آورد، اون توافق تایید شده بود و بریتانیا احتمالاً 12 روز دیگه از اتحادیه اروپا با این توافق خارج می شد. اما قبل از اینکه کار به رأی گیری در مورد خود توافق برسه، یک اصلاحیه به رأی گذاشته شد. اصلاحیه‌ای که میگفت مجلس این توافق رو بررسی کرده ولی تصمیم گیری در اون رو موکول میکنه به وقتی که لوایح و قوانین لازم برای اجرای این توافق به تایید مجلس رسیده، به تصویب مجلس رسیده. به نوعی تصمیم گیری رو نماینده ها امروز تصمیم گرفتن که تصمیم گیری رو به تعویق بندازن. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که قانونی یک ماه و اندی پیش مجلس بریتانیا تصویب کرده بود که اگر تا امروز توافق خروج از اتحادیه اروپا تصویب نمی‌شد، نخست وزیر قانوناً موظف بود، یعنی موظف تا ساعت 11 شب به وقت لندن یک نامه‌ای رو بنویسه به اتحادیه اروپا و درخواست کنه که برگزیت 3 ماه به تعویق بیفته تا 31 ژانویه. آقای جانسون بارها و بارها گفته بود ترجیح میده تو جوب بمیره اما برگزیت رو به تعویق نندازه. بعد از اینکه اون اصلاحی رأی آورد، طبیعتاً دیگه اصلا کار به بحث خود توافق نکشید و آقای جانسون هم خیلی از این مسئله راضی نبود. Alas, the opportunity to have a meaningful vote has effectively been passed up because افسوس که فرصت برای رأی معنادار روی توافق از بین رفته، چون این رأی گیری از معنا تهی شده. باید بگویم که من مایوس و مرعوب نشدم از این نتیجه. من همچنان قویم باور دارم که بهترین کار برای بریتانیا و همه اروپا این است که 31 اکتبر با این توافق جدید خارج شویم. و برای اینکه به سوال اپوزیسیون پیشاپیش پاسخ بدهم، نه، من روی هیچ تأخیری با اتحادیه اروپا مذاکره نخواهم کرد و قانون هم من را مجبور نمی‌کند. باز هم مثل این 88 روزی که نخست وزیر بودم میگویم که تأخیر بیشتر برای کشور ما، برای اروپا و برای دموکراسی بد خواهد بود. پس هفته آینده قانون لازم را برای خروج با این توافق در 31 اکتبر به پارلمان تقدیم خواهیم کرد و امیدوارم که همکاران اروپایی ما هم به تأخیر اقبالی نشان ندهند و امیدوارم اعضای محترم در برابر این توافق جدید نظرشان را عوض کنند، چون امروز نتیجه خیلی نزدیک بود. امیدوارم که با اکثریت قاطع به آن رأی بدهند. بوریس جانسون کلماتش رو اگه دقت کرده باشین خیلی دقیق انتخاب کرد. گفت که با اتحادیه اروپا برای تعویق مذاکره نمی‌کنه. نگفت، رسما نگفت که این نامه رو نمی‌نویسه و قانون رو زیر پا می‌ذاره. نکته مهم اینه که این کسایی که امروز به در واقع این اصلاحیه رأی موافق دادن، همه با توافق مخالف نیستند، بلکه بعضی‌هاشون نماینده‌هایی هستند که با خود توافق مخالف موافقن ولی نگران بودن که آقای جانسون از رأی امروز استفاده کنه و با یه شامورتی بازی حالا بریتانیا رو 31 اکتبر بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کنه. با توجه به اینکه همین 2-3 هفته پیش بود که دیوان عالی بریتانیا رأی داد که دولت آقای جانسون در تعلیق 5 هفته‌ای مجلس در واقع قانون شکنی کرده، خیلی آقای جانسون رو متهم کردن به این که در واقع باز داره به سمت قانون شکنی میره، از جمله جرمی کوربین، رهبر حزب اصلی مخالف حزب کارگر.
I welcome today's vote. It's an emphatic decision by this house. من از رأی امروز استقبال میکنم. یک تصمیم قاطع پارلمان که به روشنی رأی داد تا خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا متوقف شود. نخست وزیر حالا باید به قانون عمل کند. دیگر نمیتواند از تهدید خروج بی توافق استفاده کند تا پارلمان را وادار کند به توافق نارسای او رأی بدهد. حزب کارگر از حق و آینده جوامعی که نمایندگیشان میکند کوتاه نمیآید. و ما معتقدیم که در نهایت این مردمند که باید حرف آخر را بزنند و حزب کارگر تنها حزبی است که این گزینه را ارائه میکند. امروز یک روز تاریخی است، چون پارلمان گفت به نخست وزیر باج نمیدهد و او ظاهرا دوباره میخواهد از قانون سرپیچی کند. و من از او دعوت میکنم درباره صحبتهایش و سرپیچی از تقاضای تمدید خیلی خوب فکر کند، چون این خواست قانون از اوست. حزب کارگر و خیلی از احزاب دیگه مخالف به دنبال برگزاری همه پرسی دومند، ولی اگه توافق تصویب بشه ممکنه اصلا کار به اینجا نکشه. حالا برای صحبت بیشتر در این موضوع من شهران بریتانیا رو اینجا با خودم دارم. خانم تبری، فایده این رأی امروز چی بود جز به تعویق انداختن یه تصمیم گیری؟ نه اصلا این نیست. بسیار مفید بود این کار، به خاطر اینکه به چند دلیل. یکی اینکه آقای جانسون جزئیات این طرح رو در اختیار نمایندگان نگذاشته بوده، و دومی که بهش اعتماد ندارن مردم، یعنی حرفش قابل اعتماد نیست. بارها بارها حرفی زده و بعد حرفش رو عوض کرده. برای همینه که گفتن تا ما ندونیم که توی این توافق در جزئیات چی گفته شده و این جزئیات رو اگر قبول داریم به صورت قانون بگذرونیم، همونطور که خودتون هم گفتین، ما حاضر نیستیم که این طرح رو باهاش موافقت بکنیم یا مخالفت بکنیم. بنابراین اصلا طرح به مجلس در مجلس مطرح نشدش، و این کار بسیار درستی بود. حالا نمایندگان حقوقدانا رو همه رو دعوت کردن و این طرح رو در شماره 10 به اصطلاح آقای جانسون در اختیار نمایندگان گذاشته و برن به سرعت نگاهش میکنن. و نگاه کردنش البته کار زیاد دشواری نیست، برای اینکه روی کامپیوتر میتونن با طرح خانم می، چون این بخش عمدهش همون طرح خانم میه، فقط اون به اصطلاح بکستاپ یا موندن در ایرلند شمالی اون تغییر کرده، اومده در دریای ایرلند به اصطلاح اون مرز. ولی خیلیاش گفتن که یکیه، 90% حتی میگن که مثل همون طرح خانم می هستش به غیر از همین موضوع. ولی با این حال اعتماد نیست بهش، باید نگاه بکنن. و حالا اینو رو کامپیوتر میذارن اون جاهایی که این طرح خانم می هست خب به کناری، ولی بقیه رو نگاه میکنن ببینن که آیا با اون موافق هستن یا نه. خانم تبری، بیشتر از 3 سال، تقریبا 3.5 سال گذشته و خیلی از مردم اگه بگیم زله شدن اغراق نکردیم و میخوان خیلی زودتر این داستان تموم بشه، ولی یه عده زیادی هستن تو مجلس، تو احزاب مخالف مخصوصا، که نمیخوان کنار بیان، نمیخوان بذارن این فرایند تموم بشه. شما درک میکنید این ناراحتی مردمو؟ البته. مردم عادی بهش میگن فرسودگی برکسیت پیدا کردن، کاملا قابل قبول استش این. ولی اونهایی که در سیاست هستن و میدونن که دموکراسی چی کار ساده ای نیست. دموکراسی تحمل، مدارا، جوریدن همه چیز و گفتن و بحث کردن و گفتگو کردنه. اگر میخواستن که سریع یه کاری رو انجام بدن، خب میشه دیکتاتوری. یه نفر میاد، آقای جانسون هم بعدش نمیاد از این موضوع که بیاد و بزنه و ببره و کار خودش رو انجام بده. برای همین هم جلوش وایسادن. به نظر من به 40 سال وضعیت اقتصادی این مملکت با اروپا گره خورده بودش. یک ازدواج 40 ساله، شما نمیتونید در مدت کوتاهی اون رو حل بکنید و فکر کنید که مملکت سعادتمند خواهد شد. بخصوص که تمام خیلی خیلی از صنایع، صاحبان صنایع، از کارشناسان اقتصادی، از کسانی که دست اندر کار اقتصاد هستن میگن وضع بریتانیا بدتر خواهد شد با یک برکسیت بعد. حتی با
البته بدون قرارداد بیان بیرون که خیلی بدتر خواهد شد، ولی با برگزیت آقای جانسون هم بازم وضع یه مقداری بدتر خواهد شد. البته اینا همه گمان زنیه چون اقتصاد یک علم 100% نیست، ولی ما نمیتونیم با اکثریت نگاه میکنیم. اکثریت کسایی که دانا هستن در این موضوع دلیل نداره مخالف باشن، میبینن آمار و ارقامشون نشون میده که وضع بریتانیا بدتر میشه و نماینده ها موظف هستن که منافع ملی رو در نظر بگیرن. و به نظر من این حتی یه مقدار یادگیری دموکراسی هستش. من همیشه گفتم که این موضوع در تدریس دموکراسی هم خواهد اومد برای مدت‌های مدید. بله، خانم تبری تحلیلگر مسائل سیاسی بریتانیا اینجا با ما. به نظر میاد که رأی‌گیری بعدی احتمالاً سه‌شنبه است. بعضی از ارزیابی‌ها از الان نشون میده که احتمالاً سه‌شنبه این توافق یا لایحه توافقنامه ممکنه به تصویب مجلس برسه. ولی یه سیبو که بندازیم بالا 70 تا قل می‌خوره تا بیاد پایین. باید ببینیم تا سه‌شنبه چی میشه. ممنونم از بهرنگ تاجدین. همونطور که بهرنگ بارها در گفتگو به ما اشاره کرده، سریال برگزیت همچنان ادامه داره. سه‌شنبه هم احتمالاً باز هم با بهرنگ همراه خواهیم شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به علت تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از مردم عذرخواهی کرده. این انتخابات شش میزان یا ماه مهر برگزار شد و قرار بود نتایج مقدماتی آن امروز اعلام بشه که نشد. هنوز معلوم نیست که این نتایج چه زمانی مشخص خواهد شد، اما بعضی منابع در کمیسیون انتخابات به بی بی سی گفتند که نتایج احتمالاً یک هفته دیگر اعلام شود. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. وقت کم و کار زیاد. کارمندان در دو نوبت صبح و شب مشغول کارند. کار باید تا حالا تمام می‌شد، اما کمیسیون انتخابات می‌گوید به دلیل مشکلات تکنیکی هنوز تمام آرا حساب نشده و نتایج ابتدایی با تأخیر اعلان خواهد شد. انتقال معلومات بایومتریکی از گاه‌های بایومتریک به سرور ما تقریبا 4 تا 5 روز از تقویم باز ماند و به خاطر تفتیش و بازشماری بعض از محلات و مراکز این پروسه و بعض موارد دیگه که ما بتوانیم آرای سفید از سیاه جدا بکنیم، تامین شفافیت بکنیم، ممکن از موارد احتمالی تأخیر احتمالی اعلام نتایج ابتدایی خواهد باشد. شماری از دسته های انتخاباتی مشکلی با تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی ندارند. دورنمایی این انتخابات از نگاه تیم ثبات و همگرایی تا فعلا مثبت است. این دسته انتخاباتی تأخیر اعلام شده را فرصتی برای بررسی دقیق آرا می داند. تأخیر بسیار طبیعی بود. البته پرابلم به وجود آمده طبیعی نبود. اما ما در این کدام تشویش نداریم. بیشتر ما انتظار جدا کردن رای پاک از ناپاک و نتایج شفاف داریم و اگر چند روزی به تأخیر مفته این برای ما مایی نگرانی نیست. تیم دولت ساز هم حرفش همین است. اما میگوید توقع میرفت که به دلیل اشتراک حدود 2 میلیون از میان 9 میلیون نتیجه حتی زودتر یا سر وقت اعلان میشد. باید نتایج اول به وقتشان اعلان میکرد و اینمی مشکلاتی که به میان آمد یا باید در وقتی که تقسیم اوقات برشان جور میشدن باید این مسائل کلشان در تقسیم اوقات جای میدادن. اما امید داریم که به تعویقی که میره در این روزا بیشتر به شفافیت کمیسیون توجه داشته باشد. گفته مسئولان کمیسیون انتخابات در چند روز آینده تا اعلام نتایج مقدماتی آرا تصفیه خواهد شد، کاری که بانک اطلاعاتی به شکل خودکار انجام می‌دهد. با وجود اینکه مسئولان این کمیسیون بارها تاکید کردند که تقویم انتخاباتی نقض نخواهد شد، اما امروز که قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات اعلام بشه، این کمیسیون از تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی خبر داد. تأخیری که به احتمال زیاد روی اعلام نتایج نهایی هم تاثیرگذار خواهد بود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. به اولین شب برنامه 100 زن بی بی سی خوش آمدید. این برنامه هر شب همین ساعت و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
مهمانان برنامه امشب ما گلبرگ باشی، دکترای ایران شناسی، استاد دانشگاه پیس در رشته مطالعات زنان و صاحب انتشارات دکتر باشی در آمریکاست و همینطور از کابل فرشته مهدی، نویسنده و ناشر با ماست. امسال بیشتر به آینده زنان نگاه میکنیم و آنچه به زندگی زنان در 30 سال آینده شکل میده. ما و نسل ما در کودکی چقدر با زنان الهام بخش آشنا شدیم؟ چقدر کتاب‌های داستان و قصه‌های کودکی روایت زنان توانا بود؟ نقش زنان و دختران در قصه های ما چه بود؟ برای پاسخ به این سوال ها آناهیتا شمس نگاهی کرده به قهرمانان قصه های کتاب های کودک. اینکه نقش قهرمانان داستان چقدر عادلانه بین دختر و پسرها تقسیم میشه. کتابایی که توی کتابخونه فرزند شما هستن احتمالاً بیشتر شخصیت های اصلیشون پسرایین شجاع و قهرمان و ماجراجو. شخصیت‌های زن داستان‌ها از طرفی بیشتر یا نقش‌های کمتری دارن یا کلاً حرف نمی‌زنن و یا در خیلی از اونها زن‌ها مادرانی‌ان که در خونه می‌مونن و مراقب بچه‌ها هستن. تا یادم میاد داستان‌هایی که توی بچگی برام می‌خوندن قهرمانانش پسرا بودن یا دخترایی مثل سیندرلا و زیبای خفته که توی خونه منتظر بودن تا شاهزاده‌ای از راه برسه باهاشون ازدواج بکنه و خوشبختشون کنه. اما میون همه این قصه ها یک داستان از همه متفاوت تر بود. اون هم قصه پی پی جو را بلند بود. دختری با اعتماد به نفس و ماجراجو که از در و دیوار بالا می رفت و اون نقش سنتی یک زن یا دختر رو نداشت. در چند سال گذشته نویسنده ها و انتشاراتی های بیشتری به این موضوع توجه کردند. کتاب هایی در اومده از زنان الهام بخش و تاثیرگذار که زندگی نامشون به طور خیلی خلاصه و به زبون ساده برای کودکان نوشته شده. کتاب هایی که از این زنان قوی و تاریخ ساز میگه و برای رده های سنی مختلف نوشته شده. از سن خیلی کم میشه به بچه ها فکر کردن و کنجکاوی رو یاد داد و اینکه برای کارهایی که دوست دارن انجام بدن هیچ محدودیت و مرزی به عنوان یک دختر و پسر وجود نداره. این مسئله قطعاً داره توی کتابای داستان بچه ها تغییر میکنه، ولی هنوزم وجود داره. غیر از این یه چیز دیگه هم هست که من خیلی مخالفشم و باش مبارزه میکنم و اون وجود کتابهای آبی و صورتیه، مخصوصا برای خواننده های کوچیک. کتابهای صورتی که درباره پریا و فرشته ها و دنیای پر از زرق و برق و ستاره و اکلیل و اینا نوشته میشه و منظورم از کتابهای آبی کتابهای درباره ماجراجویی و دیوا و هیولاها. من واقعا میخوام این دو دنیا به هم کمی نزدیکتر بشن. خیلی از دخترها هم هستن که از ماجراجویی و دیو و هیولا خوششون میاد، خیلی از پسرام هستن که از زرق و برق و ستاره خوششون میاد. نزدیک کردن این دو دنیا به هم مخصوصا وقتی مهمه که بچه‌ها دارن کم کم متوجه مسئله جنسیتی میشن. به پدر مادرها گفته میشه که خوندن داستان بهترین کاریه که برای فرزندانشون میکنن. اما انتخاب‌های نادرست چه هزینه‌ای دارن؟ نقش محدود زنان و اون چه میتونن انجام بدن در کتاب‌ها انتظار اونها از نقش یک زن در زندگی واقعی خواهد شد. نقش محدود زن در داستان‌های ایرانی هم به چشم می‌خوره. هدا حدادی، تصویرگر و نویسنده در این زمینه نوشته ساختار خطی مردانه، زیباشناسی مردانه، لحن مردانه و پایان بندی مردانه در داستان‌های فولکلور نمود داره. ماه پیشونی هایی که توامان حامل هوش، جادو و قدرت بودند و در روایت های مردانه رنگ باختند. حساسیت نویسندگان و ناشران ایرانی هم روی این موضوع بیشتر شده. زنان الهام بخش ایرانی یکی از کارهایی که انجام شده. من برای این پروژه فقط 50 زن تاثیرگذار رو انتخاب کردم، ولی خوشحالم که این زنها خیلی تعدادشون بیشتره و در واقع کار من سخت بود برای انتخاب. اما خب سعی کردم در انتخابم اولا کمک بگیرم از کسانی که در حوزه زنان فعال هستن و همین که خب یه مقدار هم اون کسانی بود که می‌دیدم تاثیرگذار هستن و تاثیرشون رو در جامعه می‌دیدم، چه کسانی که معروف‌تر هستن مثل مریم میرزاخانی یا کسانی که شاید کمتر کارشون دیده میشه اما اثر کارشون بسیار دیده میشه مثل محلقا ملا. شکل گیری شخصیت افراد از زمان کودکی و سن کم آغاز میشه.
اونها آروم آروم هویت و شخصیت خاص خودشون رو شکل میدن و یکی از عناصر مؤثر بر این هویت ادبیاتیه که کودکان میخونن یا براشون خونده میشه. You know, we all dream of a time when the gender wouldn't be significant. You know, ما در آرزوی زمانی هستیم که مسئله جنسیتی اصلا مهم نباشه. قهرمان داستان یه بچه ماجراجو باشه. دختر یا پسر بودنش مهم نیست. رنگ پوست، قومیت، مذهبش اصلا مهم نیست. این چیزی که ما داریم توی بریتانیا براش می‌جنگیم تا مطمئن بشیم که نقش اول داستان همیشه یه بچه سفید پوست نیست. So there's all sorts of things that I think modern publishing is really seeking. به نظرم در حال حاضر ناشرها دارن تلاش میکنن که به این موارد توجه کنن و باید یه بالانسی بین دخترها و پسرها برقرار کنن که هر دو توی داستانها ماجراجو و کنجکاو باشن. امیدوارم. پدر و مادرها آینده ساز کودکانن. بالا رفتن تقاضا برای کتاب‌هایی که در اون نقش زنان عادلانه‌تر نمایش داده میشه، ناشران و نویسندگان رو به تکاپو میندازه. اینطوری فرهنگ سازی میشه و در نهایت نسلی دیدگاهش عوض میشه. آنایتا شمس، بی بی سی. همونطور که اشاره کردیم دو مهمان داریم، گلبرگ باشی از نیویورک، دکترای ایرانشناسی و استاد مطالعات زنان از دانشگاه کلمبیا، و همینطور فرشته مهدی، نویسنده و ناشر از کابل. سال اول از خانم باشی میپرسم، ادبیات مرد سالار در قصه ها خب موضوعی است که دربارش میدونیم، ولی تلاشی که صورت گرفته باشه در این زمینه خصوصا در ایران تا ذهنیت ها رو تغییر بده، آیا چنین هست؟ آیا چنین تلاشی شروع شده؟ اولا متشکرم از اینکه منو دعوت کردین به برنامه‌تون و خیلی خوشحالم که همچین صحبتی در رسانه باز شده. من با این شروع می‌کنم که حضور زنها در ادبیات هم فارسی هم در جهان همیشه وجود داشته. مخصوصا اگر ما به فارسی و عربی نگاه کنیم میبینیم که اصلا یه ژانر هست از وجود زنها در کتب فارسی و عربی، ولی زنها با شخصیت‌های در واقع خیلی منفی. و موقعی که در واقع ما میبینیم که زنها حضور پیدا میکنن در ادبیات، اگه بخوام لحاظ تاریخی بهش نگاه کنیم، موقعی که نویسنده های زن وارد این حیطه میشن و این با زنانی مثل پروین اعتصامی، خانم سیمین دانشور، شاعرانی مانند فروغ فرخزاد در ایران اتفاق افتاده. البته این در حیطه ادبیات بزرگسالان هستش. و حالا در مورد ادبیات کودک خیلی بیشتر میشه صحبت کرد و من جدیداً ایران بودم و خب یه در واقع پیشرفت‌هایی رو دیدم و خوشحال میشم که در موردش صحبت کنم، ولی نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم. بله بله. خانم مهدی، در افغانستان چطور؟ خصوصا در میان زنانی که وارد ادبیات کودک شدند، این تلاش برای شکستن قالب‌های قبلی شروع شده؟ عرض میکنم خدمت شما و بیننده های محترم. در افغانستان ادبیات کودک متاسفانه جایگاهی را که در سایر کشورها داره هنوز به دست نیاورده. ادبیات کودک قسمی که در دیگر جوامع تعریف میشن، در افغانستان هنوز به او شکل به تعریف درست و کاملش دست پیدا نکرده. اما با آن هم امروز ادبیات کودک را قسمی که ما مطالعه میکنیم و در موردش تحقیق میکنیم، بعضی از ناشران و گروه های نظیر گروه گهواره که فعالیتشان را تازه شروع کردن، کوشش میکنن که این مسائل را همان گونه که در دیگر جوامع برش رسیدگی میشه و توجه صورت میگیره رسیدگی بکنن و در اولویت قرار بتن. در کتاب هایی که گروه گهواره چاپ کردن این مسائل خیلی واضح دیده میشه که اینها قصد دارن تا این مسائل، مثلا تعادل جنسی و حضور زنان را نسبت به سابق کمی پررنگتر بسازن، که هرچند این مسائل باز هم میشه گفت که الگوبرداری از جامعه و رفتارهای درون جامعه میکنن. قسمی که جامعه نقش زنها را کمرنگ ساخته و
یا رفتار زنها یا نقش زنها در جامعه کمرنگ هست، داستانها هم متأثر از همون میشن. اما جای امیدواری هست که گهواره و فعالیتهایش و نهادهای شبیه گهواره که ایجاد شوند و فعالیت بکنن، جای امیدواری هست و امیدوار هستیم که به اون نقطه‌ای که میخواهیم برسیم در این زمینه. خانم باشی، اشاره کردید که تلاش‌هایی در حوزه ادبیات کودکان شروع شده. معنا و مفهومش چیه؟ یعنی اینکه این قصه های مرد سالار رو گذاشتن کنار و میخوان قصه های جدیدی رو از اساس بسازن؟ ممنونم از سوالتون. همونجور که داشتم میگفتم، از لحاظ تاریخی اگه بخوایم نگاه کنیم، با به وجود اومدن در واقع یا ورود نویسنده های بیشتر زن که در مورد مسائل خودشون می‌نویسن، ما این پیشرفت رو می‌بینیم. حالا اینکه چطور در مورد زنان صحبت بشه، ببخشید من این مرتب داره میفته از گوشم، اینه که فعلا اگر ما به عنوان مثال امریکا نگاه کنیم، فقط چند ساله خیلی راحتی میشه گفت که مثلا 4 سال 5 سال حدودن که ما کتابهایی رو میبینیم که مخصوص دختران نوشته شدن، با دختران قهرمان، یا در مورد مثلا هنرمندای زن یا عالمین زن به خصوص یه ژانری به وجود اومده در امریکا که این ژانر رو دقیقاً الان من چون که ایران بودم برای تحقیق روی این مسئله دیدم کاملاً کپی میشه، دقیقاً اون مدل امریکایی در ایران کپی میشه، همون رنگ، همون شکل، همون حالت. حالا این پیشرفت خوبیه به نظر من که ما نویسنده های زن و ناشرین زن داشته باشیم که کتابی رو برای کودکان مخصوصا چاپ کنن با قهرمانان زن، ولی اونجوری که من بهش نگاه میکنم اینه که در سال مثلا 2019 به عنوان مثال، و یا اگه بخوایم نگاه کنیم تا 20-30 سال آینده چه اتفاقاتی باید بیفته، به نظر من فعلا این پیشرفت ها تصنعیه و در واقع با مسائل خیلی فراگیر دختر بچه ها نمیتونه رابطه برقرار کنه. چرا؟ چون که ناشرین و نویسنده ها معمولاً یا تقریبا میشه گفت همیشه زنانی هستن که از طبقه مرفه میان. مثلا در امریکا ناشری که کتابی در مورد به عنوان مثال فریدا کالو، هنرمند مهم مکزیک، می نویسه، ممکنه خیلی هم تحقیق کرده باشه و خیلی هم خوبه، ولی از یه دید خاصی می نویسه. یا حتی یه کتابی در مورد یک دختر بچه افغان بنویسه. اتفاقی که باید بیفته به نظر من اینه که ما باید این مسئله نباید تصنعی باشه به دختر بچه قهرمان، از دید یک نویسنده زنی که ببخشید من خیلی کوتاه میخواستم این اصلا بزنم، تصنعی نباشه یعنی چی؟ یعنی باید از دل تاریخ و فرهنگ در بیاد، مثلا یه قهرمان زن رو پیدا بکنن در تاریخ و قصه اون رو تعریف بکنن؟ نه، تصنعی یعنی که انقدر معمول بشه داستانهایی که با قهرمانان دختر هستند و در واقع قهرمانان متعددی، یعنی که ما با مسائل فراگیری مثل مسائل کودک آزاری، مسئله طبقه، مسئله نژاد، مسئله مذهب، مسئله جنگ، مسئله مهاجرت، تمام اینجور مسائل رو نویسنده هایی که از در واقع خانواده های مختلفی میان، یعنی که نه فقط یک زن متمول سفید پوست یا یه زن ایرانی از طبقه بالا بخواد این مسئله رو بنویسه. منظورم از تصنعی این بود. خانم مهدی، ما وقتی به تاریخ افغانستان حتی تاریخ معاصرش نگاه میکنیم، شخصیت های زن برجسته‌ای درشون هست، بعضی هاشون هم بسیار مبارزن، نمونش ملالایی که جنگیده علیه کسانی که در افغانستان اشغالگر توصیف می شدن، یک مدلی بوده شبیه ژاندارکی که در فرانسه مشهور هست. چرا این در ادبیات کودک راه پیدا نکرده و نمی کرده؟ خب ادبیات کودک افغانستان همون قسمی که پیشتر من برای شما اشاره کردم،
فعلا در نخستین گام های خودش است، نخستین صفحاتش را ورق زده، هنوز به او سطحی نرسیدن که بتانن این مسائل را برش اهمیت بتن و تحت مطالعه قرار بتن. ما با مشکلات به مراتب ساده تر از اینها فعلا دست و پنجه نرم میکنیم، مسائلی که شاید در دیگر کشورها اینها حل شده باشند و اینها سیستم برشان ایجاد شده باشه، دارای معیارهای خاصی باشند، اما در افغانستان هنوز که هنوز هست این مشکلات به شکل بسیار زیاد دیده میشه. مشکلاتی هست مثل مشکلات املایی و انشایی که ما فعلا مجبور هستیم بیشتر به این مسئله توجه بکنیم تا اینکه برسیم به بحث هایی از قبیل ذکر نام خانم ها یا شخصیت های قهرمانانه زنان در داستان. مشکلاتی که وقتی ما با اون روبرو میشیم، مشکلات مثل نداشتن تصاویر خیلی منطبق با داستان، نداشتن ویرایشگری که مسئولانه عمل بکنه، آگاهانه قدم برداره و مسئولیت ای داستان را یا کتابی را که قرار است نشر بشه به عهده بگیره. خانم مهدی، وقتی این مشکلات وجود داشته باشه، شما فرمودید که مشکلات بسیار ساده هست، در مراحل ابتدایی هست، ولی هیچ فضایی رو شما حس میکنید که، چون ما نگاه ما به آینده هم هست، در آینده نه چندان خیلی دور وضعیت تغییر بکنه؟ دقیق گفته نمیتونم که امیدی هست یا نیست. امید زمانی به وجود میآید که فرد آگاهی مسئولیت بپذیره و اقدام بکنه. فعلا ما هیچ نهادی نداریم در افغانستان که حتی کتاب‌هایی که برای کودکان تولید میشه را مورد سنجش و ارزیابی قرار بده، مورد بازنگری قرار بده. هیچ نهادی وجود نداره که مسئولیت همین برنامه‌ها را به دوش بگیره. کتاب‌ها غیر مسئولانه چاپ میشن، در بازار به دست کودک‌ها قرار میگیرن، کودکانی که ما اونها را آینده خود ما میدانیم، اما برایشان هیچ کاری نمیکنیم. متاسفانه تا به حال در افغانستان حتی برای کودکان هیچ تحقیقی صورت نگرفته تا خلق و خوی کودک شناخته شود، تا ذوق و سلیقه کودکان ما بشناسیم، چه برسه به این که ما بخوایم به مسائل مثل تعادل جنسیتی و برابری حقوقی و مسائل نظیر این اهمیت بدیم و توجه بکنیم. فعلا در ابتدای راه هستیم. ما کتاب‌هایی را در همین اواخر متاسفانه مشاهده کردیم که آنقدر مشکلات زیادی دارن، محتوا چنان ناسالم هست که نمیشه حتی به او اعتماد کرد که او رو به دست کودک بتیم و از توقع داشته باشیم کودک ما با خواندن این داستان حتی زبان فارسی رو به شکل درست یاد بگیره. ما همیشه به مشکل و تردید مواجه هستیم که آیا کودک وقتی این کتاب رو مطالعه میکنه ادبیاتش لطمه نمیبینه، آیا چیزی که از این کتاب‌ها یاد می‌گیره درست هست، یا اینکه ما دوباره مجبور هستیم یک مقدار انرژی دیگه‌ای را صرف بکنیم که شکل درست را جایگزین بکنیم و اصلاحات به وجود بیاریم و اون چیزهایی را که غلط برایشان آموخته شده را اینها را پاک بکنیم و جایگزین بسازیم براش. سپاسگزارم از فرشته مهدی، نویسنده و ناشر از کابل با ما، و گلبرگ باشی، دکترای ایرانشناسی در دانشگاه پیس و استاد مطالعات زنان از نیویورک با ما. هر شب در برنامه صد زن یک زن موفق رو به شما معرفی میکنیم، کسی که با چالش‌های سر راه مبارزه کرده تا در محیطی مردانه جای خودش رو باز کنه. امشب آناهیتا شمس لیلا رئیس ساداتی هنبک، رئیس داروسازان بریتانیا رو به شما معرفی میکنه. من هم یه مادرم، هم یه همسرم و هم یه زن حرفه‌ای که کارش براش مهمه. من لیلا رئیس ساداتی هنبک هستم و رئیس سازمان داروسازان بریتانیا هستم. شرکتی که من درش کار میکنم، مدیریتشون همه مردن، 15 تا مرد و من. به عنوان تنها زن در خیلی از کارهایی که من کردم، همیشه من تنها بودم، تنها زن بودم. در مرحله‌های مختلف آدم میخوره زمین، برای همیشه آدم میتونه بلند بشه و یاد بگیره و پیش بره و هیچ وقت به خودش اعتماد به نفسش رو پایین نیاره. من دو تا دختر دارم، یکیشون 13 ساله است، یکیشون 5 ساله. راحت نیست، ولی چون همسر منم میره سر کار هر روز و بینمون باید هر دفعه فکر بکنیم که تو این کارو بکن، من اون کارو میکنم، ولی اینجوری نباشه که همش مثلا رو دوش من باشه یا همش رو دوش اون باشه.
من سعی میکنم خودم به عنوان یه خانوم الگو برای دختران باشم. این یک دلیلی که منو خیلی موتیویتد میکنه که بخوام بهتر باشم به خاطر بچه هامه، به خاطر دخترامه، به خاطر که میخوام بدونن که هیچی نیستش که جلوشون واسته اگر بخوام به جای بالا برسن. هر کار خواستی میتونه بکنی. و الان آدم داره میبینه که بیشتر و بیشتر خانوما وارد مقامات بالا میشن و دخترها دیگه بهشون نگاه میکنن و میخوان یاد بگیرن و اونا هم میخوان به اون مقاما برسن. و من سعی میکنم که بچه های منم همینطوری به خود اعتماد نفس خوب داشته باشم و باور کنم به خودشون بخوام برم بالا. پایان بخش برنامه 60 دقیقه امشب اجرای یک قطعه هنریه. نگین عقابی ساکن لندن میهمان ماست، 19 سالشه، 6 ساله که ستار میزنه و قرار امشب قطعه چهار مضراب دشتی رو برای ما بزنه. خواهش میکنم.